سلام امروز قرار دوباره به سراغ بیلیسکان 2021 بریم و یه بخش دیگه از این مراسم رو بررسی کنیم امروز قرار در مورد آینده سرورهای کلاسیک و برنینگ کروسید کلاسیک حرف بزنیم اکسپنشنی که خیلی از ما ایرانی ها با اون با ورد آشنا شدیم خاطرات بسیار زیادی هم ازش اون همه سال پیش داریم اکسپنشنی که توش با بلادلفا درانای ها آشنا شدیم لیدی وش کائل و خیلی کاراکترهای دیگه رو اونجا شکست دادیم و حالا در شدولند اونا در کنار ما هستن و قرار با کمک های اونها به جنگ جیلر بریم اکسپنشنی که با تغییرات خیلی بزرگ نسبت به وانیلا شروع شد داستان بسیار عالی و منسجمی داشت به خوبی پیش و پایان قدرتمندی هم داشت اکسپنشنی که هنوز با وارگریف ایلیدن تایتل هند آف و منت های ونج فول تو خاطرمونه پس بریم ببینیم بیلیزار چه چیزی رو برامون در نظر گرفته و چه برنامه هایی داره توی این ویدیو اول به سراغ سرورهای کلاسیک میریم در مورد آینده شون و اینکه چه اتفاقی برای سرورهای کلاسیک بعد از لانچ شدن برنینگ کروسید کلاسیک برامون میفته صحبت خواهیم کرد و بعد به سراغ خود تی بی سی میریم در موردش صحبت میکنیم در مورد چیزهایی که بلیزارد برامون در نظر گرفته حرف میزنیم و با هم خواهیم دید که آیا آماده مقابل ایده ایستادن خواهیم بود یا خیر خب مراسم راوند تیبل سرورهای کلاسیک با حضور سه تا از مدیرهای این بخش ورد آف توی بیلیزکان پخش شد و تصاویرش رو دارید میبینید و توی این بخش به صورت کامل در مورد سرور های کلاسیک برنی کروسید کلاسیک و اتفاقاتی که قراره برامون بیفته صحبت کردن و ما قرار یه خلاصه از این مراسم رو برای شما توضیح بدیم با شروع سرور های تی بی سی کلاسیک هیچ اتفاق خاصی برای شما توی سرورهای کلاسیک نمیفته یعنی یک شخصی که مثل من که دیر وارد کلاسیک شده و هنوز تازه داره لول اپ میکنه یا یک شخصی که دوست داره توی کلاسیک بمونه و از تجربهش توی کلاسیک لذت ببره در روز لانچ برای تک تک کاراکترهاش بهش یه انتخابی داده میشه مثلا برای میج من به هم انتخاب داده میشه که وارد برنینگ کروسید بشم یا میخوام توی کلاسیک بمونم و من چون هنوز مثلا استف آتیش رو نگرفتم با میجم تصمیم میگیرم توی کلاسیک بمونم و تو سرورهای کلاسیک که تا همیشه توی فیز شیشم یعنی ناکساراماس میمونه بازی کنم بازیمو اونجا ادامه بدم و هر آیتمی که میخوام رو بگیرم هر اتفاقی که دوست دارم برام بیفته اما من دوست دارم با روگم ادامه بدم وارد برنینگ کروسید بشم به دنبال وارگریفز آف ازینوس برم اون دوتا سورد رویایی و لجندری رو بگیرم و برای روگم انتخاب میکنم که به آینده سفر کنم و یا حالت سومی بهم داده میشه که میتونم با پرداخت یک مقداری پول که هنوز نمیدونیم مقدارش چقدره کاراکترمون رو تو هر دو تا سرور کپی کنیم مثلا من میتونم میجم رو توی هم کلاسیک داشته باشم و توی هم تی بی سی داشته باشم و باید ببینیم زمانی که این اتفاق میافته این مقدار پول چقدره و اون موقع میتونیم تصمیم بگیریم که آیا این انتخاب رو انجام بدیم یا نه و همچنین شما میتونید اگر قبلا انتخاب کرده باشید که کاراکترتون توی سرورهای کلاسیک بمونه مثلا من انتخاب کردم که میجم توی سرورهای کلاسیک بمونه ولی بعدا از این تصمیم پشیمون میشم میتونم دوباره با پرداخت یک مقدار پول این کاراکتر رو آنلاک کنم و به سرورهای تی بی سی ببرم پس تا اینجا ما با انتخاب های خودمون میتونیم آیندهمون رو تعیین کنیم اما سرورهای تی بی سی چه وضعیتی دارن سرورهای تی بی سی از پچ دو چار و توی استیبل ترین حالت شروع میشن که دیگه نیاز به باف کردن و نرف کردن دوباره کلاس ها نباشه بیلیزارد قبلا این مسیر رو رفته میدونه چه اشتباهاتی داشته چه تغییراتی داده و چه نیازهایی هر کلاس دارن و برای همین بالانس ترین حالت کلاس ها و سرور ها رو که در آخر دو سه اتفاق افتاده رو قرار لانچ کنه مثلا ما با میزان ایکس بی دو لانچ میشیم با تغییرات دو چار لانچ میشیم مثلا اگر کاراکتر میج در ابتدای تی ضعیف بوده و در آخرش قدرتمند شده ما اون حالت قدرتمند رو از اول داریم یا مثلا اگر کاراکتر پالادین ضعیف بوده و بعداً قوی شده ما اون حالت قوی رو داریم توی تی بی سی بیلیزارد دو تا کلاس شامن و پالادین رو به فکشن مقابل داد پالادین ها که فقط مخصوص الینس بودند به سمت هورد ها هم رفتند و شامن که مخصوص هورد بود به سمت الینس اومد و میتونستیم تو الینس هم ازش استفاده کنیم ولی برای اینکه این حالت خاص کلاس ها حفظ بشه بیلیزارد اون زمان دو تا اسپل معرفی کرد سیلاف بلاد و سیلاف ونجنس که در زمان تی بی سی یکی مخصوص الینس بود و یکی مخصوص هورد بود و بیلیزارد در طول زمان و تست هایی که کرده بود به این نتیجه رسیده بود که سیلاف بلاد بسیار قدرتمندتر تر از سیلاف ونجنس و حالا قرار این تغییر رو انجام بده و این دوتا اسپل رو هر دوتا رو به پالادین های هورد و الینس بده که دیگه مشکل قوی بودن مثلا پالادین های هورد نسبت به پالادین های الینس به وجود نیاد همچنین بریزارد تغییری توی سیستم های پی, بی پی داده مثلا در زمان تی بی سی تیم های پی بی پی دقیقا همون اندازه ای که توش توی اون برکت داشتیم فایت میکردیم پلیر ها رو میتونستیم این وایت کنیم مثلا اگه سه به سه بودیم بیشتر از سه نفر رو نمیتونستیم این وایت کنیم و این توی رست آف تغییر کرد که میتونستیم دو برابرش رو اینوایت کنیم و حالا توی سرورهای های تی بی کلاسیک هم میتونیم این کار رو انجام بدیم تا دو برابر پلیرهای های سایز هر برکت ما میتونیم پلیر توی تیم هامون داشته باشیم و اگر مثلا یک نفر از تیممون آفلاین بود بتونیم با یک نفر دیگه به راحتی از همون تیم بازی کنیم و مشکلی برامون پیش نیاد تغییرات دیگه هم مثلا توی قسمت لوکینگ for گروپمون داره انجام میشه روی درامز ها داره انجام میشه و خیلی چیزهای دیگه که در زمانی که بیلیزارد تصمیم بگیره اینها رو اعلام خواهد کرد و شاید خیلی هاش هنوز نیاز به کار داشته باشه نیاز به فکر داشته باشه تا به اون حالت نهایی و عالیش برسه که اما یه تغییر دیگه ای که بلیزارد قول داده که انجام بده توی قسمت LFG و LFG مثل قدیم اونقدر بی ارزش نخواهد بود که هیچ کاربردی توی روند بازیتون نداشته باشه و سعی میکنن یه سری از تغییرات مدرن امروزی رو واردش بکنن تا یک کم کاربردش از اون حالت خیلی ضعیفش خارج بشه ولی قرار نیست به صورت فول اتومات یا فول کیو در بیاد که مثلا شما به راحتی بتونید دانجن ها رو کیو کنید شما هنوز هم باید به صورت منوال دانجن ها رو جمع کنید ولی تغییراتی که توش میدن باعث میشه یک کم سیستم LFG کاربرد بیشتری داشته باشه از چیزی که توی TBC شاهدش بودیم اما بریم سراغ فازبندی سرور های تی بی کلاسیک و اونها رو با هم نگاه کنیم سرور های تی بی کلاسیک پنج مرحله داره یه سری تغییرات نسبت به زمان خودش داشته که اونها رو قراره با هم راجبش صحبت کنیم توی فاز یک کاراژان گرو لایر و مکتریدون لایر رو داریم اینها اینس های تشکیل لهنده ست تی فور و توی این سیزن شما میتونید این باس ها و این رید ها رو تجربه کنید کاراژان به عنوان یک رید دهمن یک تجربه بسیار جدید خواهد بود برامون توی فاز دو سرپنت شراین کاورن رو داریم تمپست کیپ رو داریم و آرنای سیزن یک رو داریم یعنی لیدی وش کائل و ستهای های گلدیتور ابتدایی و شاهدش خواهیم بود توی فاز سوم هایجال و بلک تمپل و آرنای سیزن 2 رو داریم اولین تغییرمون اینجایه چون هایجال توی زمان خودش از ابتدا باز بود ولی چون رید بسیار سختی بود کسی تا زمان تی 6 حتی سمتش نمیتونست بره و زمانی که یه سری آیتم در حد تی 5 و تی 6 به دست می آوردیم می به اون سمت بریم حالا توی فاز 3 هایجال یعنی آرچیموند بلک تمپل یعنی ایلیدن و سیزن دوی آرنا رو خواهیم داشت یعنی مرسلس گلادیتور توی فاز 4 زولمان و آرنای سیزن 3 رو داریم زولمان به عنوان یه این سی که کمک میکنه آیتم هامون اگر تا اون زمان آیتم هامون پایینه دوباره بالا بیاد و یک رید دهمن با یک فاز بسیار جالب و دیدنیه به همون کمک میکنه سیزن 3 آرنا هم ونج پول که خاطرات خیلی زیادی حتما ازش داریم و فاز آخر میشه سامول تکمیل کردن آیتم های تی سیکس، یه سری آیتم بالاتر از تی سیکس یک سطح کوچکتری بالاتر از تی سیکس و آرنای سیزن فور یعنی بورتال گلادیتور رو خواهیم داشت و قرار به این سبک این استنس ها و ریت ها رو در طول دو سال که سرورهای های تی بی سی کلاسیک باز خواهد بود به این سبک داشته باشیمشون در مورد لانچ سرور های برنین کورسدی کلاسیک هیچ تاریخ قطعی گفته نشده ولی با توجه به سایر لانچ هایی که بلیزارد توی این مدت انجام داده احتمالا تابستون امسال باید منتظر سرورهای های تی بی سی کلاسیک باشیم همین حالا شما میتونید وارد سایت کلاسیک بشید و اونجا برای سرورهای بتای تی بی سی کلاسیک درخواست ورود بدید و اونجا میتونید ثبت نام کنید جوین بتا بشید و بتا رو تست کنید ما هم سابمیت کردیم امیدوارم به هم اکسس بتا رو بدن بتونیم برنین کلاسیک رو توی حالت بتا تجربه کنیم و لذت ببریم و امیدوارم از این ویدیو کوتاهمون در مورد آینده کلاسیک و برن کورسید کلاسیک لذت برده باشید امیدوارم همتون قابلیت بتا رو به دست بیارید بتونیم در کنار هم بتای کلاسیک رو تجربه کنیم با هم وارد تی بی سی کلاسیک بشیم اونجا لذت بازی کردن در تی بی سی کلاسیک رو هم در کنار هم داشته باشیم اگر سوالی دارید حتما توی یوتیوب یا اینستاگرام ازمون بپرسید ممنون که وقت گذاشتید این ویدیو رو هم دیدید خدا نگهدار